به نام خدا و سلام عرض میکنیم خدمتی شما دوستان، عزیزان، هموطنان و در عموم کسانی که ما رو در این نوار میبینیم. امروز تصمیم گرفتم زیر یک موضوع بسیار مهم، شخصا برای بنده مهم است و امیدوار هستم که دوستا و هموطنانی که ما رو میبینند برای اونها هم نیز مهم باشد این نقطه، چند حرف داشته باشم و دیدگاه و نظر خود یک جوانه، یک جوانی زاده استقلالیت، یک جوانی که سالهاست پیگیری میکنه، نظر میکنه، میآموزه و به چه خلاصه میورد، میخوام این نقطه را برای شما برسانم. این هم باشد وحدت ملی. اینک ما در آمد یعنی که در روز وحدت ملی قرار داریم. راست 23 سال قبل، 27 ایونی سال 1997 یک روز را همچون روز وحدت ملی به مردم پیشنهاد کردند. بعد از چندین گفت و شنید ها از سال 1994 تا سال 1997 سازشنامه وحدت ملی به امضا رسید در شهر مسکو فدراسیون روسیه. چیگونه رخ داد؟ چی واقعا رخ داد؟ کی ها بدن؟ کی ها سهم گذاشتن؟ کی ها در اینجا شاهد بدن؟ شاهد واقعه بدن؟ کی ها در اینجا سهم بزرگ داشتن؟ قلمی که در اونجا بود؟ در عموم آن چیزی که گذشت ما میگذارم با متخصصان اون بخش. بگذار کسانی که شاهدی اون بودن، کسانی که در اونجا با چشمان خود دیدن چی واقعه رخ داد، چی چیزی رو داد، کی مجبور کرد، کی سبب شد، پهلوها کی بود، این مسئله بحث دیگر است. من نمیخوام در این دخالت بکنم چون البته من شاهد واقعا نیستم. یک جوانی زاده استقلالیت هستم. البته در روز و ساعت یا که در زمان وحدت ملی من شاید مدرسه هم نمیرفتم، ولی امروز خدا را شکر عقلم به جای میرسه که من ببینم اصلا زیر عباره وحدت چی را دیدن ممکن است. عادتا طبیعی است که مردم ما فکر میکنه زیر عباره وحدت همون وحدتی است که سال 1997 وحدت کردن. همی است وحدت، یک چیزی است که در دنیا یکی است، همه هم 97 است. فکر میکنم مردم ما همی در نظر میگن اکثریت وحدت چی؟ سال 1997. اما مفهوم وحدت، عباره وحدت، وحدت چگونه ساخته می شود، زیر برنامه وحدت چه چیز رخ می دهد، وحدت گفته چی را در نظر داری، این بحث کلان است. مردم ما متاسفانه ای را نمی دانند. وحدت نه فقط بین دو تا گروه مخالف می شود. البته که در همه حالت وحدت یگانگی شدن ممکن است. با طور مثال چند گروه خرد، گروه سیاسی باشه، غیر سیاسی باشه، هر کسی که نباشه، با یک مفکوره میان، با یک ایده میان، وحدت میکنن. وحدت در یک منطقه هم میشود، وحدت در یک گروه هم میشود، وحدت در بین حزب های سیاسی میشود، وحدت در بین همسایه کشورها میشود، وحدت در بین کل منطقه. با طور مثال سالهای قبلی که ما زیر حکومت شورایی بودیم، یعنی 15 رسپوبلیکا، 15 کشور زیر وحدت بود. یعنی عباره وحدت مفهوم های گوناگون دارد. در همه حالت در بین دو برادر وحدت می شود. ما نمیتونیم وحدت را فقط در همه بگیریم که سال 1997، نه. طبیعی است که برای هر قوم و ملت، برای هر یک ساختار، برای هر یک گروه وحدت یک چیزی مهم است و یک گنج است به دست آوردن او. در دنیا از زمان پیدایش دنیا تا امروز جنگ ها است، جنگ های فکری، جنگ های اطلاعاتی، جنگ های نیرویی، جنگ های حزبی و کشمکشی های زیاد است در تمام دنیا و خلاصه های زیاد هم است که بالاخره به وحدت می آیند. و در وطن ما هم بدبختانه از سال بعد از پاش خوردن حکومت شوروی تا سال 1997 این مشکلی ها بود. البته که خیانت کرد، که جنایت کرد،
کی کی را کشت، کی کی را زندان کرد، کدام طرف درست است، کدام طرف ناحق است، این را تاریخ خود اثبات میکنه بالاخره و شاهد هم خواهیم شد. اگر که متخصصان این بخش، کسانی که روشن فکر هستند، کسانی که دلشون به وطن و ملت میسوزه، باید زیر این موضوع بسیار حرف زنند. ولی بدبختانه من زیر وحدت چی را دیدم؟ آیا وحدت همون است که میرای از خانه یک نفر چهار تا پیرزن بلند میکنی، در روپروی دوربین میگذاری، میگی برو در مقابل فلانی حرف زن؟ آیا همین است وحدت؟ آیا وحدت همین است که بعد از چندین سالها میرای جسد بیجان یک نفر نوار میگیری؟ 10 سالات کسی که مرده رفته است، او را مثال میاری برای مردم، میگی وحدت ملی همین است؟ وحدت ملی برای ملت چی داد؟ آیا وحدت ملی همون است که صدها هزار را برگردان، میلیون ها را مهاجر کرد؟ وحدت ملی امروز زندان ها را پوری افراد جامعه کرد، پوری متخصیص کرد. وحدت ملی امروز قبرستان ها را پر از جسد بیجان جوان های تاجیک و تاجیکستانی کرد. وحدت ملی امروز منبر ها را از بین برد. وحدت ملی امروز هزارها علمان و دانشمندان و روزنامه‌نگاران، متخصصان ساحه خود را در بدر و به وطن کرد. وحدت ملی ملت را سرسان و آواره در تمام دنیا کرد. آیا همین است وحدت؟ ما چی را وحدت بگم؟ ما چی را دیدم؟ در رسانه ها امروز همه از وحدت حرف میزنند. آیا یک نفر میتونه وحدت کرد؟ منطقی نیست. هر کسی که وحدت ملی را مال یک نفر و یک شخصیت میگه، او عقل سلیم نداره. وحدت مال یک نفر و یک شخصیت شدن نمیتونه در یگام حالت. برای فکر را کار فرموندن، بیا یک نفر در میدان نمیدونم فوتبال بلند میکنیم، در یک بیابان سر میتونیم میگیم برای وحدت کن. میکنه وحدت قطعی کی؟ قطعی مار و مرخ وحدت کنه؟ قطعی کی وحدت کنه؟ قطعی حیوان هایی که بیابان در میگردن؟ نه، طبیعی است که منطقی نیست. وحدت ملی حتما با نفره میشود که پهلوی دیگر هم باشد. و سال 1997 هم البته که طرف مقابل نیروهای اپوزیسیونی تاجیک و حکومت قبلی، حکومت رحمانوف، آمدن زیر یک میز نشستن. البته با فشار بود، با برنامه دستی کسی بود، کسی دشمنی داشت، کسی خیر این ملت ها میخواست، کسی مجبور بود، اینها بحث دیگر است. و میدونیم که طبیعی است که البته برنامه های دیگر هم پیاده شده بود که میخواستن باید در تاجیکستان وحدت میشد، باید میشد. اما بدبختانه وحدت گفته در آغوش گرفتن، وحدت گفته بهترین ها را فریب کرده آوردن در مرکز دوشنبه جا کردن، وحدت گفته یک قماندان را از کوه پیاده کردن، یک کمیته را وزارت کردن، او را اونجا کشتن، بنام و نشان کردن و نفر سیم را گناهگار کردن. امین است وحدت؟ وحدت گفتن امروز پهلوی دیگر را در بدر و به وطن کردن، به زنهای آنها خیانت میکنند، به کودکهای آنها خیانت میکنند، به جسدهای 10 ساله و 20 ساله آنها امروز خیانت میکنند. شرم نمیکنند، با طور رسمی در وزارت و اداره هاشون، در تلویزیونهای دولتیشون میروند، از جسدهای آنها مثال میارند برای منفیتهای خودشون. آیا همین از وحدت؟ با این برنامه پوچ و بیمانه کی را میخواییم فریب کنیم؟ با این مفکوره پست دولتداری چگونه شما جوانان را اثبات میکنید که شما وحدت کردین؟ بنده همچون جوان زاده استقلالیت وحدت را نه اینکه وحدت ملی، بلکه تجاوز به ناموس ملت میدانم، بلکه خیانت به ناموس این ملت میدانم، بلکه خیانت به خاک و سرزمین این ملت میدانم. بعد از وحدت آیا پارچه زمین ما فروخته نشد؟ بعد از وحدت بهترین های ما زندان نشد؟ بعد از وحدت غصب مالکیت نشد؟ بعد از وحدت سربازان و افسران ما کشته نشد؟ بعد از وحدت چقدر جوان ها را در زندان نکشتن؟ بعد از وحدت میلیون ها را مهاجر نکردن؟ چند تا بعد از وحدت من مثال بیارم،
آیا وحدت همه چیز است؟ آیا زیر عبارت وحدت شما همه چیز هم میفهمین؟ البته که نه. پس این برنامه های پوچ و بیمنتون برای مردم مثال نیارین. شرم است، شرمندگی است. وحدت ملی میگن، میرن یک پیرمرد از جگه خوابش بلند میکن در اوپروی دوربین میگن گب زد بود کرد میگه میشود همین. آیا همین از وحدت ملی ای مردم؟ ای کسی که از وحدت حرف میزنی، ای کسی که بیرق وحدت بلند میکنی میگی من وحدت کردم، آیا همین از وحدت؟ آیا ندیدیم ما بعد از وحدت ملی به کودک هم تجاوز کردن، به زن هم تجاوز کردن، به مرد هم مرد، به مرد هم تجاوز کردن، به مرز و خاک بوم این وطن تجاوز کردن؟ آیا من وحدت بگم کسی را تبریک بکنم؟ ننگ است. واقعا نمیتونم. نمیتونم زیر این موضوع من خاموش باشم. من منظرت میخوام، شاید کسی را ناراحت کردم. شاید کسی واقعا این روز همچون وحدت قبول داره. من به نفس جان آنها نمیخوام، من به افکار آنها را نمیخوام تیغ بزنم. فقط من از فکری خودم، از دیدگاه خودم، از نظری خودم، آن چیزی که جامعه امروز گفته ایستاده است که ای مردم، طولی 23 ساله که وحدت گفته مردم فریب میکنن، واقعا وحدت نبود، مکر بود. بهترین ها را آوردن، سلاح هاشون را گذاشتن، آغوش گرفتن، فردا در پشتاشون تیغ زدن. امین از وحدت. چند روز از وحدت ملی گذشته بود که چقدر ها را با دست سیم کشتین. گجا از پهلوی مقابل. گجا است. اگر وحدت است، آیا آنها حق زندگی در وطن ندارن؟ اگر وحدت میخواین، آیا زنها و خواهرها و مادرای آنها در وطن زندگی کردن ندارن حق؟ کدام وحدت؟ امروز تازه شما براوردین از خیانت و از نمیدونم جنایت های طرف منظرت میخوام. اگر که شما عقل سالم داشته باشین، مگر شما خودتون جا نکردین در وزارت و اداره و در پارلمان اونها رو؟ مگر شما نبودین با آغوش گرفتین؟ مگر شما نبودین امضا گذاشتین؟ پس گناهکار در اینجا کی است؟ اگر شما امروز یک طرف گناهکار می حسابین و ده ها و صد ها نوار ها را پیشنهاد میکنید که آنها شاهدی بودند که واقعا طرف مخالف گناهکار است، پس در برابر آنها باید شما هم به وطن و در بدر و خارج از اون منبر ها شوین. پس شما نیز آنها را جا دادین. پس شما نیز گناهکاری واقعی در این خاک هستین. طرف مقابل تا امروز خیانت به خاک وطن نکرد. طبیعی است که دروغ میگین. طبیعی است که بدبختانه نسل امروزه ما همه چاپلوس هم. اکثریت جوان های ما دیدگاه و فهمش سیاسی ندارن. فکر میکنن آمدن و رفتن ما برای همین کسی را تعریف کردن است. چطور که شاعر میگه از کجا آمده ام، آمدنم بهر چی بود؟ یعنی یک نفر وقتی که آمد در همین دنیا آمدنش بهر چی بود؟ ای فکر نمیکنن نسل امروزای ما، جوانای ما فکر نمیکنن. نمیگن که زیر عبارت وحدت یک مکر خوابیده است که میگه در پس این چهره ها پنهان همه بازینگرند. غفلت ما و تو باعث شد که اینها راه برند. انمو غفلت بود، انمو فریب بود، انمو مکر بود که گروه را فریب کردن، بدبختانه آوردن، جا کردن، کشتن، به نمونشان کردن، زندان کردن، تمام نشد، تحقیر کردن، تجاوز کردن، تمام نشد. بالاخره به خلاصه آمدن که باید که به وطن و در بدر شوند. ایرا گفتن وحدت. ایرا گفتن صلح و ثبات. ایرا گفتن جامعه پیشرفته. ایرا گفتن وطنی آباد و آزاد. قضاوت کنین دوستان، برادران، هموطنان، وحدت چیست؟ تا امروز دستاشون در آغوش خون، هر منطقه را میرن سنگ میزنن، هر منطقه را میکشن، هر منطقه را غارت میکنن، میگن وحدت. میروم مول یک شرکت را غارت میکنن، صاحبش زندان میکنن، میگن وحدت. مالکیت ملت را دزدی میکنن، کسی از اونها سوال نمیکنن، میگن وحدت. این وحدت نیست، این مکر است، این بدبختی برای سری ملت است. ای بود دوستان عزیز موضوع وحدت.
این بود دیدگاه من نسبت به وحدت ملی. در آخر من از تمام دوستان، برادران، هموطنان، عزیزایی که مرا میبینند و کسایی که در اون شب روز شاهد بودند، من معذرت میخوام، شاید که ناراحت کرده باشم، اما هر انسان فکر و دیدگاه خودش داره. جامعه جامعه دموکراتی است، کسی نمیتونه خلاف فکر کسی دیگر باشد و من هم این نقطه را برای خود قبول دانستم، باید حرف میزدم، باید میگفتم، چون فکر و نظری بنده بود. باقی شما را به خدا میسپاریم و سلام علیکم و رحمت الله و برکاته.